سلام به دوستای خوب خودم و بیننده های ویدیو های گروه مارکت نیو بی. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم راجع به انواع روش های درآمد از طریق اینترنت، درآمد آنلاین، درآمد در کنار کار جانبی خودتون باهاتون صحبت میکنیم. همراه ما باشید. مارکت نیو بی یه دلیل دیگه ای که ما خیلی علاقه مندیم. کارم 4000 دلار 5000 پکیج خب درآمد آنلاین، درآمد از داخل خونه، درآمد از طریق کامپیوتر، یک کلا اینا خیلی لغات و اصطلاحات جذابی هستن برای بچه‌ها که میخوان حالا یه کار جانبی داشته باشن، یا کسایی که برای مدتی لی‌آف شدن، یا اینکه اصلا کلا کسایی که میخوان خودشون آنترپرنور باشن، خودشون کارآفرین باشن و از طریق اینترنت هوشمندانه‌تر درآمدزایی بکنن. توی این ویدیو میخوایم چند تا رو نام ببریم. نمیشه تو این ویدیو راجع به همه صحبت، همه اون در روش درآمد اینترنتی صحبت کرد. روی با چند تاشون میخوام براتون اسم ببرم، فقط نام ببرم. بعد اون موقع هر کدومش که شما کامنت بذارید پایین ویدیو میتونم براتون بازترش بکنم و بگم که اصل قضیه چی هستش. یه چند تاشو من انتخاب کردم برای که شما خودتون دوستان اصل قضیه رو متوجه بشید. بعد اگر خوشتون اومد ادامه بدید، وقت بذارید، زمان بذارید، ادامه بدید و تو شاید موفق شدید. تا شروع بکنید دوستان یادتون نره گزینه لایک و گزینه سابسکرایب رو روش کلیک بکنید که ویدیوهای ما به چشم بقیه بچه‌ها هم برسه که بتونن اونها استفاده بکنن. فراموش نکنید. اولین روشی که میخوام باهاتون صحبت کنم راجبش روش آمازون FBA هستش، یا آمازون مارکت پلیس، یا آمازون فولفیلمنت بای آمازون بیسیکلی. اساسا این روش این صورتی که شما یک جنسی رو دارید، یک کالایی، یک سرویس، یک خدمت، حالا بیشتر کالا رو میخواید بفروشید، از طریق پلتفرم آمازون این کار رو انجام میدید. یعنی شما فرض کنید مثلا میخواید سری پینتینگ، سری تابلو بفروشید، تابلوتون رو میرید یک خیلی راحت توی آمازون مارکت پلیس یک حساب باز میکنید و خوبیش هم همین اتفاقا برتری آمازون مارکت پلیس اینه که شما به راحتی میتونید برید توش حساب باز میکنید. میرید حساب باز میکنید، در چند دقیقه اسم و فامیل و خلاصه یه سری مشخصات پر میکنید، بعد میرید و جنستون رو آمازون از اون پلتفرم آمازون استفاده میکنید، آمازون هندلش میکنه برای شما. بعد اینا یه سری فولفیلمنت سنتر دارن. فولفیلمنت سنتر چیه؟ همین جایی که جنس ها رو میان ذخیره میکنن توش، که همه جنس های اقلامی که میخوان بفروشن رو میفرستن اونجا تو اون انبارشون و خب بعد مشتری میاد از میخره ازشون و آمازون کارهای دلیوریشن هم انجام میده. دلیوری با آمازونه، انبار با آمازونه، پلتفرم با آمازونه، اما بقیه کارا با شماست. یعنی تولید جنس با شماست که چی میخوای بفروشی، تبلیغ کردن که شما چه جنسی رو می‌خوای بفروشی، خوب خود بفروشی، کسی که نمیاد شما بخره که شما تا شما رو نشناسه، و رقابت کردن با رقیبان برای خود شما هستش که بتونه خوب بخره، جنسی بفروشه که قیمت خوبی ارائه بشه. یکی از مهمترین چیزا تو آمازون FBA که خیلی هم معروف شده، همش هم میگن آمازون FBA، آمازون FBA، همه جا راجعش صحبت می‌کنن، بحث برندینگ هستش که شما یه برند برای خودتون درست کنید. مگر اگه شما برید یه جنس دیگه یا یکی دیگه رو بخری، خب یه پولی هم باید به حال شما پول دلیوری هم باید حساب بکنی، شما باید پول آمازون که یه کمیسیونی هم گنده ام آمازون برمی‌داره، همه خدماتو به دلیوری میده، یه کمیسیون هم برمی‌داره دیگه، باید اونم تو حسابات بذاری. خب چجوری رقابت بکنی با کسی که سال‌ها مثلا داره این کارو انجام میده؟ برای اگه بتونی جنسی خودت تولید بکنی با قیمت کمتر، میتونی خب رقابت بکنی. خب روش دوم چیه دوستان؟ روش دوم روش افیلیت مارکتینگ هستش. افیلیت مارکتینگ چیه؟ یعنی که شما ببینید میخواید جنس یکی دیگر رو برید براش بفروشید، براش تبلیغات انجام بدید. همین که مثلا یه نفر میاد یه کانال یوتیوب درست میکنه، این مثال سادهش بازم میگم اسمش قلم به سلام بس افیلیت مارکتینگ، برید تو یوتیوب یه سری کتاب میفروشن راجع به افیلیت مارکتینگ. چی حالا؟ همینه که میخوام خدمتتون بگم. طرف میره یوتیوب یه ویدیو درست میکنه، کانال پرطرفدار درست میکنه، بعد میاد میگه یه گزینه اونجا میذاره، میگه کسایی که شرکتایی که میخوان بیان رو کانال من تبلیغ بکنن به من پیغام بدن. طرف بهش پیغام میده، میگه که آقا تو کانالت مثلا 2 میلیون نفر سابسکرایبر داره، به این جنس برام تبلیغ کن. یه لیستی از جنس ها بهش میده، طرف جنس اون رو تبلیغ کنه. اول ویدیوش مثلا 10 ثانیه راجع به جنس طرف صحبت میکنه. پس یکی که پرطرفدار، یکی که فالوور داره، یکی که یه سری گروهی هستن که این طرفو در راجع بهش صحبت میکنن، طرفدار داره، یا مثلا کسی که کانال اینستاگرام داره، میاد جنس یکی دیگه رو براش میفروشه. به این میگن افیلیت مارکتینگ. خب افیلیت مارکتینگ میتونه چیزای خیلی خیلی زیادی باشه، میتونه جنس های مختلفی رو شما بتونید به انتخاب خودتون حتی بفروشید.
اما یه چیز دیگه هست مثل مالتی لول مارکتینگ. مالتی لول مارکتینگ دقت کرده باشین بعضا ممکن کسی دوستای شما بهتون مراجعه کنن که فلان شامپو، فلان محصول بهداشتی، فلان نمیدونم کرم دست و صورت رو نمیخوای بخری، خیلی خوب و این حرفا. اینا های کسایی هستن مالتی لول مارکتینگ یه خورده بحثش متفاوته. یکی کسایی هستن که میخوان یه جنسی رو بفروشن، بعد میان یک شرکت هایی ره. یه برنامه‌های تولید می‌کنن، یه سری مأمور فروش رو، مأمور فروش نه استخدام رسمی، حتی نه کانترکتور، یه سری مأمور فروش مثل من و شما که دنبال پول هستیم و میان میگن آقا هر کی می‌خواد بیاد این جنس‌های ما رو اینا رو بفروشه، میاد در قالب این پروگرام ما فعالیت می‌کنه، اونجوری که ما بهش میگیم باید فعالیت بکنه و این جنس‌ها رو به مشتری معرفی بکنه، هر چقدر که تو فروختی کمیسیون می‌گیری. حالا بعد بعضیشون که هرمی کار میکنن میگن که مثلا خب تو اگه بتونی مثلا چند نفر رو خوب زیر مجموعه خودت بکنی که اونا هم جنس ما رو بفروشن، به تبع تو کمیسیون اون دارن یه درصدشون میگیری و به حال یه سبک هرمی برای خودشون درست میکنن. به این میشه مالتی لول مارکتینگ که با افیلیت مارکتینگ یه خورده متفاوته. دیگه دو تا روش دیگه هم وجود داره. مثلا یه سری سایت های وجود داره مثل سایت اسکریبی که شما اونجا باید اگر انگلیسیت خوب باشه مثلا میری یه سری موزیک رو گوش میدی، بعد موزیک رو گوش دادی میای ترانسکرایبش میکنی، میای مینویسی که موزیک چه تکست. خب خیلی از کسایی که موزیک درست میکنن یا استودیوها دوست دارن که خب سابتایتل داشته باشه موزیکشون و یا اون ترانسکریپتشون مشخص باشه برای کسایی که میخوان بدونن که واقعا تو موزیک چی میگه، یا کسایی که میخوان بیشتر انگلیسی یاد بگیرن، این سوالات کسایی که زبان خارجیشون زبان مادریشون زبان انگلیسی نیست. این سایت ها میان یه پولی به شما میدن و این کارو که شما بتونید براشون انجام بدین، اینا کار اینترنتیه. ولی خب ببینید این کارا وقت میگیره، اون افیلیت مارکتینگ هم وقت میگیره، اون آمازون اف بی ای اون حرف هم که مارکت پلیس که بتونید همین رو وقت و انرژی و حتی تخصص میخواد، چون شما باید انگلیسیت خوب باشه. این سایت اسکریبی هم شما رو تست میکنه، امتحان میکنه، یعنی موزیک میده مثلا میگه شما اینا رو چیز کن، ترانسکرایبش بکن، بعد براشون بفرستی و بررسی کنه ببینه شما اصلا خوب هستی بعد هست. اینجوری نیستش که مثلا برای همه کاربرد داشته باشه. هر کاری، هر پول درآوردنی به هر حال یک زحمت میخواد، انرژی میخواد. یه سری سایت دیگه هم هستن که شما نرم افزار مثلا هستش، این نرم افزار شما با نرم افزار تست میکنی، شما بهت میگن که خب روی نرم افزار استفاده بکن، تست بکن، فیدبک به ما بده. خب اینجور این یه پولی به شما میدن برای اون فیدبکی که بهشون میدی، ولی خب پولش خیلی کم و اندکه. بعد شما باید اطلاعات راجع به نرم افزار داشته باشی، اینجوری نیستش که مثلا هر کسی بتونه برای اون سایت استفاده بکنه. اون سایت ارائه نرم افزار فراموش کردم، سایت یو تست هستش که سایت یو تست شما میتونی برای نرم افزار تست بکنی. خیلی چیز دیگه میشه باهاش تست کرد که این شرکت های تولید کننده نرم افزار برای شما فراهم میکنن که شما بتونی این را تست بکنی و بهشون فیدبک بدید. یه روش دیگه دوستان روش مثلا استفاده از شاپیفای هستش که شما میگی یک مغازه مجازی درست میکنی، خیلی شبیه آمازون مارکت پلیس هستش. بعد اونجا دیگه شما تو شاپیفای مغازه مجازی مثل فیسبوک که شما یه پیج شخصی داری، تو شاپیفای یه مغازه شخصی داری. شاپیفای خوبش اینه که سپلایراش یه سری سپلایرهای مشخصن، مثلا یه سری سپلایر از چین یا از کشورهای دیگه هستن که اصلا کانکت شدن، شاپیفای اومده اینا رو استریملاین کرده دیگه، یعنی کانکت کرده، شما میتونید بری از اونا بخری خیلی ساده دیگه. لازم نیست ببین آمازون مارکت پلیس شما خود باید بری مثلا با سایتی مثل علی بابا یا حالا فروشنده‌های چینی بر ارتباط بگیری، بعد جنس برات بفرستن، دریافت بکنی، بعد بفرستش به آمازون، این صحبت ها. ولی شاپیفای لازم نداره این کارو بکنه، خودش اینا رو براتون درست کرده. یه مغازه، یه صفحه پیج مثل پیج شخصی میتونید درست بکنید، پیج مغازه شما میشه برقرار، فروشگاه مجازی شما میشه. خیلی ها از این احساس انسان استفاده میکنن و به نوعی این کلمات خیلی زیبا رو کسی خود خب خیلی خوب همه دوست دارن که خونه بشینن پشت کامپیوترشون، درآمدی رو که شما باید ساعت صبح ساعت 9 تا ساعت 5 بعد از ظهر برید، 9 ساعت 5 بعد از ظهر برید رو دیگه بعد دو اندازه اون یا دو برابر یا سه برابرش در بیارن. خیلی قشنگه، خیلی جذابه، برای همه خوب هستش، ولی خیلی میاد از این قضیه سوء استفاده میکنن، یه سری ویدیو درست میکنن، یه سری تو یوتیوب میذارن، یا اینکه کل قضیه رو توضیح نمیدن، فقط اولش بزرگ میکنن، میگن آقا اینه میای پولدار میشید. خیلی هاشون تو یوتیوب تبلیغ میذارن، اگر دقت کرده باشین میان یه سری حتی پول میخرن، پول مصنوعی خریدن. خیلی ساده است، شما میتونید برید تو آمازون حتی اوردر بدید پول مصنوعی خریدن، بعد یه پایل یه که تپه از پول نشون میدن که رو تپه پول نشستن و میگن شما هم میتونید به این برسید. از پشت کامپیوتر خودتون بدون هیچ دانشی، بدون هیچ معلوماتی شما میتونید به این برسید به راحتی. خب این خیلی اغوا کننده است، همه دوست دارن بیان استفاده کنن. اگر دقت کرده باشین همه این کسایی که میان تو اینترنت و ملت رو اغوا میکنن به سمت درآمدهای اینترنتی، معمولا همشون یه ulterior motive یا یک هدف اولیهشون به ظاهر اینه که شما رو به شما چیزی یاد بدن شما درآمدزایی کنید، ولی هدف
در حقیقت در اصل هدفشون اینه که از طریق شما درآمدزایی بکنن. من همشون میان مثلا میگن روی نقطه کلیک بکنید، روی ویدیو کلیک بکنید، روی ویدیو کلیک کنید میره توی وبینار، یه وبیناری که مثلا لایو هم هست. هیچ کدومشون لایو نیست، هیچ کدوم از این وبینارها لایو نیست. همشون با استفاده از نرم افزارهای پیش ساخته شده این وبینارها ساخته شده. یه سری نرم افزار خودش کامنت میذاره، نرم افزار آدینس درست میکنه، 1000 نفر 2000 نفر، بعد طرف فقط یه بار یه سوالی میپرسه، نرم افزار خودش بر اساس صدای شما یه سری جواب میفرسته که طرف کنه 1000 نفر اومدن لایو دارن تو وبینار طرف شرکت میکنن. ولی هدفشون همشون اینه که بتونن فالوور برای خودشون درست کنن و این فالوورا بیان و در نهایت به درآمدزایی اون طرف کمک کنن. من نمیخوام بگم همشون اینطوریان دوستان، یه وقت این قضیه تو تفاهم نشه، ولی خیلیشون اینطوری هستن. نکته مشترک تمام این انتهای ویدیو دوستان اینه که تمام اینا نیازمند هستش که شما یک مدتی رو توی این کار بذارید، یک زمانی رو توی این کار بذارید تا توی این کار خبره بشی. اون این سایت ها اون ویدیوهایی که میگن او از همون ابتدا میای در هفته اول 5000 دلار، این خبرا نیست. اتفاقا تو هفته‌های اول مخصوصا تو آمازون اف بی ای به خاطر اینکه شما نمیتونید رقابت بکنید با شرکت‌های دیگه پول از دست میدی. بنابراین همیشه باید برای هر بیزنسی، بیزنس اینوستمنت، بیزنس مسکن، بیزنس مثلا تولید ایجاد فروشگاه، نمیدونم رستوران باز کردن، هر بیزنسی باید خاکش رو بخوره. یعنی شما باید یه مدتی یاد بگیری، بعد از اینکه یاد گرفتی بیا این تعلیمات خودت رو به کار بندی و خودت رو حرفه‌ای‌تر بکنی و اسکیلات رو به قول معروف شارپن بکنی. همه بیزنس ها همینطور هستش، همه کاری که میخوای شما شروع کنی از همین قانون و قاعده پیروی میکنه و هیچ چیزی و بعد از یه مدتی که شما به هر حال خبره شده توی اون کار میتونی بهره وری کنی. اینایی که میان برای شما میگن بیاین این کارو انجام بدید، برای اینکه اینا خودشون کار این مدت این کارو کردن، اون خاک صحنه رو خوردن، یه سری پول از دست دادن، حالا حرفه‌ای شدن. حالا که حرفه‌ای شدن نیازمند به یه سری فالوور دارن که اونا بیان اون راهو انجام بدن و بتونن بعضن یه سریشون مثلا افیلیت مارکت سوپر افیلیت هستن، بهشون میگن سوپر افیلیت. یعنی افیلیت مارکتینگ اینایی که اگه شما سوپر افیلیت باشی یعنی چند نفر دیگه هم بیاری زیر مجموعه خودت بکنی، مثل یه چیز هرمی میتونی بیشتر کمیسیون بگیری. حتی افیلیت مارکتینگ هم میتونه هرمی بشه. یه مثال خدمتتون میخوام بزنم، یا مثلا کسایی هستن که یا رفتن آمازون اف بی ای یاد گرفتن، بعد اومدن یه نرم افزار کوچیک درست کردن برای نرم افزار ترک کردن پروگرس شما، یعنی میشموره مثلا چقدر شما فروختی، چقدر ریونیو ته، چقدر پروفیت ته، یه نرم افزار حسابداری خیلی سر درست کردن، اون میام ملت میفروشن. راجع به هر کدوم از اینا اگه شما دوستان سوال دارید پای همین ویدیو کامنت بذارید، میتونم براتون یه ویدیوی مجزا درست بکنم به تعداد سوالا. اگر کسی مثلا ببینه مثلا 10 نفر میخوان راجع به افیلیت مارکتینگ بیشتر بدونن، 10 نفر میخوان راجع به آمازون اف بی ای بیشتر بدونن، یه ویدیوی تخصصی درست میکنیم و اونا رو باز میکنیم براتون با هم دیگه بحث و بررسی میکنیم. ثانیاً هر کدوم از اینا میخوان شروع کنین، ابتدا مطالعه دقیق روش داشته باشید، بعد با چند نفر مشورت بکنید و ببینید آیا میتونید یکی دو ماه، 3-4 ماه، حتی یک سال زحمت بکشید، راه و چاه یاد بگیرید، حتی یه پولی از دست بدید که میتونید از سال دوم شروع به سوزه. اگر واقعا میتونید این کار انجام بدید بسم الله. هیچ کدوم از اینا پایپ دریم نیست، هیچ کدوم از اینا کارهای قلابی نیست، کارهای بسیار بسیار قانونی هستش که ملت دارن انجام میدن، خیلی هم دارن انجام میدن، خیلی هم پول درآوردن. اما اونایی که خیلی پول درآوردن چندین سال، چندین ماه حداقل زحمت کشیدن، پول از دست دادن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت رو حتما یادتون نره فراموش نکنید بذارید و سوالاتتون رو هم بپرسید.